دخترم، تا کی باید اینجا بشینیم و منتظر بمونیم؟ از پرستارا یه چیزی بپرسیم؟ تو این وضعیت باید چی کار کنی؟ پرسیدم ولی اطلاعاتی ندادن. مجبوری منتظر بمونیم. سالها واسه دیدن این منتظر من موندی. آره، این انگشتر رو تا آخر عمرم نگه میدارم. این نشونه پیوندمونه. نه، ما از هم جدا نمیشیم. به هم قول دادیم. دخترم خوبه؟ حالش خوبه؟ عمل جراحی با موفقیت به اتمام رسید و مهمتر از همه بیمارتون حالش خوبه. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. در ضمن خانم دکتر تو اورژانس منتظرتونن. یه تصادف بزرگ اتفاق افتاده، کلی مجروح آوردن. بعدن در مورد وضعیتش باهاتون حرف میزنم، با اجازهتون. البته البته، بفرمایید. خدا رو شکر. فقط وسایل ضروری رو برمی‌دارین. از اینجا نقل مکان می‌کنیم به یه جای دیگه. اطلاعات اون مکانی که میریم و با هیچ کسی در میون نمی‌ذارین، حتی با نزدیک‌ترین کسانتون. فهمیدین؟ چه خبر شده؟ همین الان آماده بشید. برای آماده شدن وقت زیادی نداریم. خیر باشه. کجا میریم؟ موقتاً یه جایی پیدا کردم مامان. میریم اونجا، نمیتونیم اینجا بمونیم. اینجا برامون خطرناکه. خیلی خوب. ما رو تنها بذارین. تو بگو یه جایی برای مخفی شدن پیدا کردی. من هیچ جایی نمیرم. قرار نیست از کرمانی بترسم و فرار کنم. اگه از هر دشمنی قرار بود بترسیم، به این روزا نمیرسیدیم. اگه تو میخوای میتونی بری. من میمونم. اینجا خونه منه. پس خونته. خونته؟ آره؟ وقتی داخل شتو یه موجود زندن باقی نمیمونه، بازم میتونی به اینجا بگی خونه؟ آره؟ یا اینکه میخوای اینجا مثل یه قبرستون بشه؟ همینو میخوای؟ همینو میخوای؟ چند تا یحیی اوغلوی دیگه باید دفن بشن مامان؟ چند تا دیگه؟ چند مورد دیگه میخوای برای خونوادت سوگواری کنی؟ برات کافی نیست؟ اگه اینجا بمونیم خون و خون ریزی به راه میفته. من اجازه نمیدم. الانم تو و داداشم. هر کاری که من میگم رو باید انجام بدی. تو میدونی من... وایسا مامان. وایسا. به نظرم حق با عزیزه. فعلا کاری از ما ساخته نیست. اگه اینجا بمونیم میدونی دریاچه خون را میافته. داداش جونم راست میگه. من آینده رو ندیدم.
ولی الان نمیتونم تحمل کنم به خاطر من بلای سرتون بیاد. حالا که رئیس خانواده عزیزه، پس ازش اطاعت میکنیم. یالا مامان جون. هر چی تو بگی. بریم. فکر کردم عزیز. دیر شد ولی فهمیدم. دیروز فهمیدم کاملا حق با تو داداش. پس رگ کار دینیزی که میگن همینه. وقتی پا رو غیرتش میذاری اینطوری میشه. من نتونستم کارای اون کرمانی رو تحمل کنم. نتونستم به عواقبش فکر کنم. یه دفعه عصبانی شدم. اشتباه کردم. خیلی. اشتباهی بزرگی کردم. حتما تو ژن خانوادگیمونه. این که بدون فکر کردن بزنیم همه چیو خراب کنیم. ولی تو فرق میکنی داداش جون. میتونی آروم به قضایا نگاه کنی. بابام از همون اول میخواست که تو رئیس خانواده ما بشی. حقم داشت. الان فهمیدم. منو ببخش. من خیلی تو رو تو شرایط سختی قرار دادم. از این به بعد اگه تو موضوعهای خانوادگی به تنهایی تصمیم نگیری و وارد عمل نشی به هم لطف میکنی. از این به بعد دستور تو رو اطاعت میکنم. ولی یه شرطی دارم. اگه قبول کنی اینو بپوشی. ساعت داداشمونه. ببین حرف اول گلدریم روش حکاکی شده. عقربش شکسته ولی خیلی خوب کار میکنه. به من داده بود. به نظرم این برازنده ی توه. اینو خیلی دوست داشت. پیش تو بمونه داداش. نه، ازت میخوام که اینو دستت کنی. این مال توه. باید تو دست یحیی اوغلویی باشه که خانواده رو اداره میکنه. دیگه میتونی مطمئن باشی هرچی بگی اطاعت میکنم. دیگه تو رو تو شرایط سخت قرار نمیدم. میشه منو ببخشی؟ پس یالا بگیرش. بگیرش. اینو دستت کن. بهت میاد. بهتره که خیلی معطل نکنی تا برو وسایل تو جمع کن. دیگه کار تمومه داداش جون. تبدیل به محکومایی شدی که فرمان مرگشون صادر شده. وقتی یمان اون ساعت رو تو دستت ببینه فرمان مرگت صادر شده. تو دیگه زنده نیستی. امروز با هم تصفیه حساب میکنیم عزیز یحیی اوغلو. منتظرم باش.
بگو ندیم. یحیی و اوغلوها فرار کردن، از امارت رفتن، ما دیر رسیدیم. پس اون عزیز پس فطرت از مبارزه ترسیده، باید اونو برام پیدا کنی. تو هر قبرستونی که پنهون شده پیداش کن و بیارش. داشتی میرفتی بیرون؟ میخواستم برم دفتر کارم ولی کنسل شد، فعلا که اینجام. واقعا خوشحال شدم. امروز همه افراد توی امارت به حضورتو نیاز دارن. من برم واسه هر دومون قهوه درست کنم، میل داری؟ باشه. خوبه. امو جون. جانم بگو آتش باره. من یه خوابی دیدم. توی خوابم بابا من بود، توی حیاط داشتیم بازی میکردیم. بعدش از دستش ساعت رو در آورد و بهم داد، گفت بگیر، این ساعت مال تو باشه یوسف. دستم کردم ولی تو دستم خیلی بزرگ بود. بابام گفتش که این ساعت پیش تو بمونه و دستت کن. یه عکس بود که بابام توی دستش یه ساعت داشت، اون ساعت دست توی عمو. اون ساعت گم شده آتش باره، نتونستیم پیداش کنیم. ولی اگه میخوای من برات یه ساعت نو میخرم. نه، من ساعت بابامو میخواستم. ولی ببین، دکمه سراسین بابات دست منه، اگه خواستی اونا رو بهت میدم، ولی بعدن استفادهش میکنم. باشه، خیلی خوب میشه عمو جون. من میرم خوبم و واسه خالم تعریف کنم. باشه. حالتون خوبه؟ وضعیتتون حالا دیگه نرماله. خانم دکترم گزارشتون آماده کرده. ممکنه به همین زودی از بیمارستان مرخص بشین. البته به شرطی که مراقب خودش باشه، مگه نه؟ البته. خانم دکتر چیزایی که لازمه رو بهتون میگه. اگه میخواین من به نزدیکاتونم خبر بدم که به هوش اومدین. بازم بلا به دور باشه. خوش اومدی جناب سرهنگ دویگو. ممنون جناب سرهنگلی. ببین اینجا دیگه پیشتم، به قولم عمل کردم. میدونستم به قولت عمل میکنی، تو خیلی دختر قوی هستی. خدایا، خدایا هزار بار شکرت. باید صدقه بدیم، باید صدقه بدیم. خدایا هزار بار شکرت. دخترم، دختر عزیزم. آبجی، آبجی خوبی؟ خوب شدی؟ خیلی ترسیدم که بلای سرت بیاد. من خیلی متاسفم. من این بلا رو به جونت انداختم، همش تقصیر منه. تو رو خدا منو ببخش، تو رو خدا منو ببخش. یاسمین، تو کاری نکردی، خودتو ناراحت نکن. من خوبم، دیگه گذشت باشه. دیگه اصلا جای نگرانی نیست، اون مسئله کلن تموم شد.
زنی که دایگا رو با چاقو زد دستگیر شد. خدا رو شکر. طغرلم که فرستادنش به یه زندان بیرون از شهر. همونجا مجازات میشه. تا آخر عمرم نمیتونه از زندان بیاد بیرون. بره به جهنم. سایش از رو بچه هم برداشته بشه. مامان جون. ببین تموم شد، چیزی نیست، راحت شدی. خدا رو شکر، خدا رو شکر. دیگه خودتون رو ناراحت نکنین باشه. خودتون رو از بین بردین مامان. معلومه تمام شب رو نخوابیدین. آره نخوابیدن. شما برید خونه استراحت کنید خاله سمیرا. من بالا سر دایگو میمونم. پسرم مگه میشه همچین چیزی؟ من دایگو رو ول نمی کنم، تنهاش نمیذارم. نه نه شما برید، من میمونم. مامان یاسمین لطفاً شما برین خونه. ببینین من چیزیم نیست. میدونم شما خیلی خسته شدین، حالا برین قشنگ استراحت کنین. باشه خیلی خوب، پس من برم یه چیزی درست کنم، چیز غذاهای مقوی برات درست میکنم که هرچه زودتر خودتو جمع و جور کنی. باشه دخترم. علی پسرم خوب از دخترم مراقبت کن. باشه خیالتون راحت باشه خاله سمیرا. یالا بیا دخترم. پس تو خونه میبینمت. میبینمت. یالا دخترم. خوبی مگه نه؟ خوب باش. صبح بخیر. از خواب بیدار شدی؟ من گفتم شاید بخوای صبونتو اینجا بخوری. نه چیزی نمیخورم، اشتها ندارم. تازه باید برم یکم به گلا رسیدگی کنم. چرا از من فرار میکنی؟ حتی تو چشمم نگاه نمیکنی. مگه اشتباهی از من سر زدی؟ ها؟ تو چت شده؟ چرا چیزی نمیگی؟ میدونی چقدر واسه از دست دادنت نگران بودم؟ وقتی اون آدم رو تو رو دزدیدم نفسم بند اومده بود، میگفتم شاید دیگه نتونم ببینمت. انگار مرده بودم. من فهمیدم بدون تو هیچ وقت کامل نیستم. پر پروازم شکست. تو رو خدا منو درک کن، من خیلی دوستت دارم. خواهش میکنم اینطوری سکوت نکن. درهای قلبتو به روی من نبند. هنوز واقعا هنوزم منو دوست داری؟ این چه حرفیه که میزنی؟ البته که دوستت دارم. من از جونم هم بیشتر دوستت دارم. فکر میکنی عشق چیزیه که یه هویی از قلب جدا بشه و بره؟ اما منو دزدیدن. دزدیدن چی چک؟ اونم کنار تو.
منو دزدیدن. منو دزدیدن. من نتونستم ازت محافظت کنم. نتونستم محافظت کنم. من قبلا تو رو نجات داده بودم و یادت اون موقع چی گفته بودی؟ گفته بودی تو قهرمان منی. گفته بودی من قهرمانتم، ولی این بار نتونستم. چون من یادم بیارزم چیشه. تو مردی مثل منو میخوای چیکار چیشه؟ من لیاقت تو رو ندارم چیشه. ندارم. زیا، تو قوی ترین مردی هستی که من میشناسم. آره، مگه همیشه باید پیروز بشی تا قهرمان باشی؟ ها؟ قدرت و توانمند بودن یعنی قهرمانی؟ تو به هیچ کدوم از اینو نیاز نداری. من بعد از اینکه تو رو شناختم فهمیدم زندگی یعنی چی. یعنی دوست داشتم، دوست داشته شدم، اعتماد کردم. معنی اینا رو تازه فهمیدم. تو اینا رو به من یاد دادی. به من، منی که هیچ امیدی برام نمونده بود. اینطوری که تو گیاهان پژمرده رو زنده میکنی، اونا رو نجات میدی. میدونی به منم همونطوری جون دادی، منم همونطوری نجات دادی. تو قهرمان منی، تو نیمه گم شده منی. تو هم قهرمان منی چیچک قشنگم. تو هم قهرمان منی چیچک. وایسا بذار اینو درست کنم، راحت سر باشی. اینو بیاریم بالاتر، یکم راحت سر باشی. اینطوری خوبه. از بس از مریض مراقبت کردی حسابی حرفه‌ای شدی. عمرمون تو بیمارستانا میگذره، معلومه همیشه همینطوری میشه. اینطوری نمیشه، قشنگتر میشه. بازم میام بیمارستان، ولی برای دلایل دیگه ای. حتی یه زمانی لازمه به طور مرتب بیاییم. یعنی چی؟ مثلا صدای قلب بچه‌مون رو گوش میدیم ببینیم همه چی رو به راه یا نه. بعدش کنترلای روزانه داریم، زایمان داریم، یعنی زایمان ها. منظورت از زایمان چیه؟ چند تا مثلا؟ سه تا. سه تا؟ سه تا خیلی نیست؟ دو تا بسه. اگه قراره چونه بزنیم پس پنج تا میشه. پنج تا؟ خب راستش میدونی چیه؟ همیشه دوست داشتم یه خانواده شلوغ داشته باشم، چون که بچه تنهایی بودم. همیشه پیش عمومینا بودم. انقدر تنها بودم که یه روز بچه دار شدم، میدونی قول دادم که اصلا تنهاش نذارم. باید خواهر برادر داشته باشه، یه عالم خواهر برادر. یه عالم خواهر و برادر. ولی بچه زیاد یعنی حاملگی زیاد. اگه چاق بشم چی؟
وقتی مراقب اون همه بچه باشی موها و صورتت به هم میریزه. نمیتونم به خودم برسم. اگه منو نخواهی چی؟ اون موقع تو رو بیشتر دوست دارم، چون تو تو هر حالتی قشنگی. خب باشه، گیریم که ما بچه دار شدیم، اونم 5 تا. چطور نگهداریشون کنیم؟ یکیش گرسنه‌ش میشه، یکیش خوابش میاد. وقتی دوتاشون با هم دعوا کنن اون یکیش هم گریه میکنه دیگه. مامانت هست، عمه سلطانه هست، یاسمین هست، دست به دست هم میدیم و بزرگشون میکنیم. خب به نظرت من چه جور مامانی میشم؟ مامان خوبی میشم. من مثل باد آنکارم، یکم تند و سردم، نه؟ راستش تو مامان محشری میشی، با نظم و پر از عشق. اصلا شک نداشته باش. تو رو خدا منو قایم کنید. چی شده عزیزم؟ از دست کی قایم شدی؟ میخوان به هم واکسن بزنن، میترسم. درو باز نکنید، منو قایم کنید. نگید که من اینجام، تو رو خدا. باش عزیزم، بیا بیا اینجا قایم شد. بیا. خانم مامانت نگران نمیشه؟ نظرش چیه بهش خبر بدیم؟ نه، مامانم دوباره منو میبره پیش آبجی پرستار. میدونم به هم واکسن میزنن. نگید بهشون، نگید. باشه، نگران نباش. من میرم، زودی برمیگردم. الیف، ببینم کجایی الیف؟ خانم نگران نباشید، دخترتون اینجاست، تو اتاق نام زدم. اوه خدا را شکر، از دستم در رفت و یه حقه بهش زد. واسه اینکه واکسنشو نزنه فرار میکنه. وایستید یکم منتظر بمونید، فعلا نام زدم داره دخترتون رو برای واکسن زدن قانع میکنه. واقعا؟ خیلی ممنونم، خیلی ازتون ممنونم. اما میدونی واکسن نزنی چی میشه ها؟ مریض میشی. حد بزن اون موقع چی میشه؟ وقتی مریض بشی یکی که چیزی نیست، مجبوری 10 تا آمپول بزنی، فهمیدی؟ نه مجبور نمیشم، واکسنم نمیزنم، آمپولم نمیزنم، فرار میکنم. آقا علی ببین، اسم این دختر قشنگ الیفه. الیف خیلی سری میتونه بدوه، ولی فقط واسه فرار از آمپول میتونه بدوه. میدونی فرار کردن از واکسن کار ترسوست؟ الیف شبیه دختر شجاعه، اصلا شبیه دختری که از واکسن میترسی نیست. یالا با هم بدویم بریم واکسن بزنیم. الیف آب میوتم بگیر. نه نمیشه، من واکسن نمیزنم، نمیزنم. نمیخوام یه پرنده هم پر بزنه. چشماتونو خوب باز کنید، این کار شوخی بردار نیست. فهمیدم آقا عزیز. مامان از خونه خوشش نیومده، یکم غر زد ولی عادت میکنه. نگران نباش، بینم خبری هست؟ همه چی رو به راهه؟ آره همه چی رو به راهه. قدم اولو برداشتیم، همه مشکلاتو حل کردیم. کرمانی نمیتونه پیدامون کنه، منم الان باید برم، میرم بانک. شاید بهتر باشه همه داراییمونو پیش خودمون نگه داریم، شاید لازم بشه، درسته؟
فکر نکنم اینجا خیلی موندگار بشیم. چون میخواییم بریم زیر زمین باید کارای انتقال شرکت هم سریع تموم کنیم. مراقب باش. کرمانی الان همه جا دنبالت میکرده. تو نگره نباش داداش. منم از روبرو شدن با اون اصلا نمیترسم. همیشه میترسیدم جنگ بین ما دامنگیر خانواده ها بشه. نمیتونم اجازه بدم حتی یه نفر چه اطراف اون چه اطراف من آسیب ببینن. فهمیدی چی میگم؟ بگذاریم من میرم بهت خبر میدم. آره برو آقا عزیز، وقتی رفتی کارتو یه سره میکنه داشت کرمونیمون دخلتو میاره. کازم بفرما داداش. به آدمای یمان پیغام برسون که عزیز کجا میره. الان همه جو دارن دنبال اون میگردن. بیشتر از این خستشون نکن. عزیز و بسته بندی شده تحویلشون بده، اونم با خدمات عالی. و دیگه تو هم باید عزیز رو تعقیب کنی. وقتی کرمانی عزیز رو میکشه تو هم بیکار نمیشینی و زود ازشون فیلم میگیری. بعدش هم یامان میفته زندان و عزیزم اون دنیا. هرچی تو بگی داداش. برو. وضعیت داداش زیان منو ناراحت میکرد، اما خدا رو شکر الان بهتری. دوباره با چیچک شروع کرده به حرف زدن. همه چی رو به راهه. لبخند رو لباشون میبینم، کلن خیالم راحته. میدونی معلم کلاس اولمون میهمور خانوم یه تکلیف بهمون داد، خواسته بود در مورد خوشحالی یه انشا بنویسیم. اون روز نمره کامل رو من گرفتم. خب چی نوشته بودی؟ بهت میگم اما نباید بهم بخندی. قول بده. قول میدم. چون نمره خوبی گرفتم اصلا فراموشش نکردم. کلمه به کلمش هنوز تو ذهنمی. اینطوری نوشته بودم: خوشحالی یعنی یه تیکه سیب که بابام پوست کنده، چالی که موقعی خندیدن آبجیم رو لپش ایجاد میشه. خوشحالی یعنی صدایی که گربه موقع خوردن شیر در میاره. خوشحالی یعنی نفسی که میکشم، یعنی لبخندی که معلم بعد یه نمره خوب به هم ستاره میده و رو لبم میاد. اینطوری نمیشتم. بعدش هم خنده ای روی لبم رو بهش نشون دادم و گفتم: خوشحالی. دقیقا اینجا. وقتی که در سکوت و کنار هم با هم قهوه میخوریم، اینه که این کار تا آخر عمر انجام میدیم. آرامشمونیم. از این به بعد اصلا اجازه نمیدم آرامشمونو بگیرن. کنار تو موندن تا آخر عمر، برای اینکه همه چیز جوری که میخوای باشه، هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. سر قول میدم. من فنجونا رو ببرم. اصلا دستم رو ول نکن. اصلا ولت نمی کنم.
برای محافظت از تو و خانوادم هر کاری میکنم. خوب بودن و خوشحالی شما از همه چی مهمتره، حتی از رویاهامون. کارمون خیلی سخت شده. ببین هرچی به این وروجک بگیم گوش نمی کنه. وایستا من یه بار دیگه امتحان کنم. خب الیف جون، میتونم یه چیزی ازت بپرسم؟ نه واکسن نمیذارم. نه عزیزم، نمیخواستم اونو بگم، میخواستم یه چیز دیگه بپرسم. میخواستم بپرسم نزدیکترین دوستت کیه؟ عمر. خب میدونی وقتی واکسن نزنی و بیمار بشی چی میشه؟ واسه این که بیماریت به عمر و بقیه دوستات سرایت نکنه 20 روز نمیتونی بری مدرسه، هیچ کدومو نمیتونی ببینی. واقعا راست میگی؟ یعنی مریض بشم اصلا نمیتونم عمر رو ببینم؟ اصلا، حتی از خونم نمیتونی بری بیرون. اما تو خونه حوصله‌ام سر میره، میخوام با عمر بازی کنم، اون بهترین دوستمه. اگه این همه مدت نرم مدرسه دلم برای دوستم خیلی تنگ میشه. اونام دلتنگت میشن، اما میدونی تو خونه یکم میخوابی. نه نمیشه، من ناراحت میشم. اما چاره دیگه ای نیست. یعنی نیست؟ نیست. واکسن بزنم چی؟ ها اون موقع فرق میکنه. مامان، مامانم کجاست؟ مامان باید واکسن بزنم. ایلیف خیلی نگرانت شدم عزیزم، یالا بریم خونه. نمیشه، من باید واکسن بزنم. خوبه، پس واکسن بزنیم بعد میریم. باشه؟ باشه باشه، بریم. میبینی؟ یه بچه کوچیک چقدر زود گول میخوره، اینطور نیست؟ در واقع تو باید ببینی که چه مادر محشری میشی. یه دختر کوچیک و بازیگوشو چه زود رام کردی. املاکی داره زنگ میزنه. بفرمایید. علی آقا سلام، قبلا گفته بودید خونه مناسب پیدا شد خبر بدید. یه مورد مناسب براتون سراغ دارم، به محل زندگی شما خیلی نزدیکه، میایید ببینید؟ متاسفانه فعلا وقت ندارم. این خونه مناسب با سلیقه شماست، از دستش ندین. ممنونم که خبر دادین، ولی فعلا دنبال خونه نیستیم، بعدا خودم خبر میگیرم. باشه، هر جور که خودتون مایلین. روز بخیر. دنبال خونه برای خودمونی؟ راستش فکر کردم دیگه وقتشه. اگه مامانم از بچه ها مراقبت کنه، به نظر من این خونه میتونه یه فرصت برامون باشه. میخوای برم خونه رو ببینم؟ آره، به نظرم خیلی زمان از دست دادیم. یه ندایی از درونم میگه نباید این خونه رو از دست بدی. یالا زود برو ببین. همین الان؟ آره، من زود میرم و میام. وقتی رسیدم تصویری بهت زنگ میزنم. باشه. نشونت میدم اسلحه گذاشتن رو سر داداشم یعنی چی. مطمئن باش هیچ وقت کوتا نمیام. تو رو از به دنیا آمدنت فشیمون میکنم. خبر خوب بده ندیم. ما فهمیدیم عزیز کجا سیامان راه افتاده طرف بانک تا پولا رو بگیره. آدرسشو بفرست. گفتی بانک شعبه بیکوز کوچه پشتی؟ بسیار خوب، یه بسته دارم. چنگیز بدن، الان عجله دارم. آقایامون، آقایامون، اتفاقی افتاده؟
امروز همه حسابا بسته میشن، همه حسابا. امروز کسایی که به داداشم حمله کردن تقاصشو میدن. شنیدم کجا رفت؟ یالو بگو کجا رفت؟ اسلحه دستش بود، من فکر میکردم تموم شده ولی نشده. چی شده؟ اگه چیزی میدونی لطفا بگو بهم، خواهش میکنم. گفتی بانک شعبه بیکوز کجای پشتی؟ بسیار خوب، باید جلوشو بگیرم. اگه جلوشو نگیرم دستش به خون آلوده میشه، نمیذارم اینطوری بشه. خواهش میکنم بگو، خواهش میکنم. بانک بیکوز یه شعبه داره، فکر میکنم آقایمان رفت اونجا سر خونه. بانک بیکوز، بانک شعبه بیکوز. باشه،